قرار بود دیروز براتون یه ویدیو باحال بذارم، ولی متاسفانه به ان رفت و در نتیجه نتونستم ویدیو بذارم. امروز واقعا دابل داریم. مرگ درد. امروز هم اومدیم طبق معمول به کانال شرمای استوری ریاکت کنیم با دوبلای مهراد، یعنی جفت ویدیوهای امشب با دوبلای مهرادن، و بریم شروع کنیم. وقتی 18 سالم بود باید یه تصمیم مهم میگرفتم، این که راه مامانمو برم و دانشمند بشم یا با دوست پسر خوشتیپم که عزت نفس نداشت ازدواج کنم. خب تو کدوم انتخاب کردی؟ خب الان خودتو میبینید که انتخابم اشتباه بوده، ولی شاید شما از اشتباه هم درس بگیرید. از وقتی بچه بودم مامانم بزرگترین الگوی زندگیم بود. قبلا تو خونه میدیدم رو مسائل پیچیده علمی برای آزمایشگاهش کار میکنه، منم میخواستم خودی نشون بدم، میرفتم کنارش دراز میکشیدم و چالش برانگیزترین کتابا رو میخوندم، مثل کتاب فرانسوی نیکو بعد از نیچه. بعدم سر شام کتابا رو براش تعریف کردم. میشه گفت علاقه مامانم به علم و دانش رو به ارث بردم. مثلا یه بار یه هفته برقمون رفت، منم رفتم از کتابخونه مدرسه یه کتاب درباره ژنراتور رو برداشتم و یه ژنراتور بادی ساختم که با باتری کار میکرد. هشمام چند سالت بوده؟ چقدر باهوش بوده؟ ولی دلیل میشه که هوش به یه سری چیزا بره، یعنی اینطوری مثلا هوش داشته باشی بعد بتونی بفهمی با یه خر ازدواج بکنی. خیلی هستن که هوششو دارن ولی با یه مش خر ازدواج میکنن و زندگیشونو به باد میدهند. هوش همه چیز نیست. یعنی واقعا دوست دارم تو کامنت های امروز تو این ویدیو ببینم چه چیزایی تا حالا از واقعنیا یاد گرفتی. از بس که آموزنده است. و یه ژنراتور بادی ساختم که با باتری کار میکرد. یه ماه طول کشید بسازمش و تا اون موقع دیگه برقمون برگشته بود. ولی هنوز دلم میخواست به مامانم نشونش بدم. ازش خواستم بیا تو باغچه، اونجا رو اختراع کوچیکم یه پارچه انداخته بودم. پارچه رو برداشتم و ژنراتور رو نشونش دادم که به دستگاه قهوه سازش وصل بود. دکمه استارت رو زد و قهوه ساز شروع به کار کردن کرد. معلوم بود چقدر تحت تاثیر قرار گرفته. وقتی قهوه آماده شد یه قلوب رفت بالا و بهم گفت بهترین قهوه ای که تا حالا خورده. دیگه اینو داره زر میزنه، اون قهوه ساز درست کرده، ربطی به اون برقی که تو اختراع کردی نداره. چون برق دستساز دخترم رفته توش، خیلی قهوهش خوشمزه شده. ولی در حالی که خانواده‌ام از علایقم حمایت میکرد، مدرسه اینطوری نبود. دلم میخواست نمره‌های خیلی خوبی بگیرم که بتونم برم یه دانشگاه خوب، درست مثل مامانم. و راستشو بخوای تو بیشتر درس‌ها بدون اینکه چیزی بخونم راحت بیس میشدم، اگرچه همیشه فقط من دستامو میبردم بالا، بقیه بچه‌ها مسخره‌م میکردن. مخصوص یه زنایی که برای امتحان چقدر خوندی عزیزم؟ وای من هیچی نخوندم، میرینم. صبح روز بعد میای چند شدی؟ 19.5 گل زدم. به خدا من نمیفهمم اینا که میگن هیچی نخوندم چی نخوندن؟ هیچی نخوندم یعنی لایه کتاب این کتاب بسته باشه، از مدرسه از سر کلاس که باز جلوی معلم تا وقتی که میرین سر کلاس بعدی باز نشه، این یعنی نخوندن. اوکی معنیشو میدونین چیه؟ اونایی که میگن نخوندیم و بیس میارن، چون مسخره میکردن. مخصوصا کایلی دشمن خونی من، نه تنها بدجنس بود بلکه چیز نمک هم تشریف داشت. یه بار بهم گفت میدونم داری زور میزنی مثل هرمیونی تو هری پاتر باهوش باشی، اما بیشتر منو یاد ران ویزلی میندازی. همه خندیدن و من انقدر از حرفش دلخور شدم که سر امتحان فیزیک به همه بچه‌ها جوابا رو گفتم به جز کایلی. اینم از انتقام من، در حالی که همه 16 و 17 میشدن کایلی 12 شده بود. البته معلممون هم خر نبود و فهمید بچه ها بیشترشون تقلب کردن و نمره آوردن. پس رفت سراغ کایلی و گفت نه تنها اندازه خر از فیزیک سردن نمیاری، بلکه تنها کسی هستی که تقلب کردنم بلد نیست. همه بهش خندیدن، ولی ظاهراً زایه کردن کسی که از تو محبوبتر و قویتر بود ایده خوبی نیست، چون حالا دیگه کایلی بیشتر از همیشه ازم متنفر بود. همون روز سر زنگ ورزش داشتیم دنبال بازی میکردیم و کایلی باید ما رو دنبال میکرد. منم مثل بقیه دخترها جیغ میزدم و میخندیدم، ولی وقتی کایلی بهم نزدیک شد وایساد و گفت میدونستی هیچ کسی ازت خوشش نمیاد؟ شت، نقطه ضعفمو پیدا یاد دنبال بازی افتادم. بچه بودم تو مهد کودک، بعد بچه هم میدویدن ما رو میگرفتن. این خاطره چرا من تو ذهنم هنوز مونده؟ بعد بعد میافتادن دنبال همدیگه، به هر کی دست میزدن فکرم گرگ میشد و من انقدر بهم دست نزدن که گریه شدم و مربیمون اومد به من دستم. شت، نقطه ضعفمو پیدا کرد. نمیخواستم دوباره از بقیه جدا شم. خوشبختانه یه رفیق داشتم، معمولا جمعه قرار میذاشتیم که بریم سینما یا پیکنیک، ولی یه بار بهم گفت امروز نمیشه، باید واسه مهمونی بزرگ مدرسه حاضر شم، اگه دعوت نشدی. نه خب ناراحت نباش، فقط تو رو یادشون رفته.
مهمونی بزرگ مدرسه مگه مربوط به مدرسه نمیشه؟ ربطی به اون دختره نداره. چجوری دعوت نشده؟ بکنم فقط میخواست مؤدبانه بگه هیچ کسی ازت خوشش نمیاد، ولی بازم خیلی دلم شکست. یعنی چی؟ ظاهرا تو اون مهمونی کلی دوست پیدا کرد، چون بعد از اون تنها رفیقم دیگه نمیخواست با اون وقت بگذرونه. برین بعد دیگه خلاص اونجا بود که معلم موسیقی ازم خواست جلوی همه شعر بخونم. بهش گفتم خجالت میکشم و ترجیح میدم نخونم، ولی اون گفت اگه این کارو نکنم منفی میگیرم. پس رفتم جلوی کلاس و شروع کردم به خوندن. خیلی هم بد نبود، ولی معلم صورتش رفت تو هم و گوشاشو گرفت. سر همینم کل هم کلاسیام از خنده ترکیدن. البته میدونم که معلممون داشته شوخی میکرد و اگه اوضاع اجتماعیم خراب نبود عیبی نداشت، ولی همون یه چوسه اعتماد به نفسم هم از بین برد. بعد از اون دیگه هیچ وقت دستمو نبردم بالا. اینقدر ناراضی بودم که آخر سر برای شروع دوباره مدرسه‌مو عوض کردم که جواب داد. وقتی رسیدم فقط ته کلاس جای خالی بغل دست یه پسر خوشتی به اسم میگل مونده بود. تا نشستم کنارش بهم گفت از ریاضی متنفره. منم جواب دادم والا من ریاضی رو دوست دارم، هیچ چیزی بهتر از حل یه مسئله سخت ریاضی نیست. با نفرت گفت عجب هنوز چی نشده ازت بدم میاد. منم اون روز انقدر اعتماد به نفسم کم بود که از حرفاش بلافاصله گریم گرفت. البته اون نمیخواست راحتم کنه، بس گفت ناراحت نشو داشتم شوخی میکردم، امروز بیا خونم و یه گیتار برقی خریدم. به به، یعنی امروز روز شانسم بود، یه پسر خوشگل میخواست با من وقت بگذرونه. میخواست باید گیتار برقی بزن. دعوتشو پذیرفتم. اون روز تو اتاقش بودیم. 20 دقیقه اول میگل میخواست جای اتصال کابل رو پیدا کنه ولی نمیتونست. گفته بودم اونقدرام باهوش نیست، ولی وقتی یکم راهنماییش کردم بهم گفت انقدر دستور نده، میدونم دارم چی کار میکنم. داره با سوکتش داره گیتار میزنه. بابا فهمیدم چرا اینطوریه. بابا این گیتاری که واسم خریدی کار نمیکنه، خرابه. بلنگوهاشو وز کردی؟ میگل وقتی فهمید یادش رفته بلنگوها رو وز کنه صورتش مثل لبو شد. باباش گفت خب پس هنوزم اسکلی، باید یه بار دیگه مامانت حامله کنن تا شاید از بچه بعدیم شانس بیارم. شوکه شدم، انگار باباش به احساسات پسرش اهمیت نمیداد. خواستم موضوع عوض کنم و گفتم راستی میگه درس مورد علاقه تو مدرسه چیه؟ کی به مدرسه اهمیت میده؟ فقط اسکلا مدرک تحصیلی میگیرم. وقتی 18 سالم شه میرم فروشنده میشم و کلی پول در میارم. فکر خیلی بدی هم نبود، چون میگه آدم اجتماعی و محبوبی بود. میدونستم فروشنده محشری میشه. البته با اینکه مدرک گرفتم بیفایده است موافق نبودم. پس بهش گفتم من مدرسه رو دوست دارم، امیدوارم یه روز دکتر. نمیفهمم بحث مدرک گرفتن چیه که هر چقدرم شما وضعتون خوب بشه، هر چقدرم به جاهای بالاتر برسید، مامانتون فقط میگه مدرکتو بگیر. میخوام قاب کنم بزنم به دیوار. گفتم من مدرسه رو دوست دارم، امیدوارم یه روز دکترای شیمی بگیرم. من همیشه 20 میشم، بعضی وقتا حتی درسم نمیخونم. ناموسن؟ خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بود و به این نتیجه رسیدم که شاید این که ازش باهوش‌تره منو براش جذاب‌تر میکنه. احتمالاً ناخودآگاه میدونسته هوش تحصیلی نداره، ولی داشتن یه دوست دختر نابغه میتونه جبرانش کنه. بنابراین با اینکه خیلی از من خوشگل‌تر بود با هم رل زدیم. انتر تو داری به همین فکر میکنی که شاید بتونه جبران خریت خودشو بکنه و هوش تحصیلی که نداره رو جبران کنه. پس تو رو به خاطر هوشت میخواد. یعنی هوش تحصیلی یعنی یه جور سوء استفاده طوری مانند میشه. یعنی تو رو به خاطر این قضیه میخواسته نه خودت. و بعد از هر امتحان نمره‌امو نشونش میدادم که حال کنه و نشون بدم بد چیزی هم نیستم. البته اشتباه میکردم، بعد قضاوت کردم که خیال میکردم هوش خودشو قبول نداره، چون چند هفته بعد انقدی از قپی اومدنم کلافه شده بود که باهم کات کرد. نمیخواست با یه خرخون مثل من باشه. من بلا فاصله گریم گرفت. اون گفت هیچ پسری نمیخواد دوست دختر رقابتی داشته باشه. والا فهمیدم نشون دادن نمره‌ام اشتباه بود. پس عذرخواهی کردم و قول دادم دوست دختر بهتری بشم. اونم آخر یه فرصت دیگه بهم داد و من هنوز باورم نمیشه بعد از اون براش شکار کردم. از قصد تو درسام نمره‌های بد میگرفتم. میدونید میگل یه پسر خانواده دوست بود. گاهی وقتا بهم میگفت میخواد کلی بچه داشته باشه. پس اگر ازم میخواست مادر بچه‌اش بشم اوکی بود. اتفاقا خیلی هم بدم نمیومد. تنها کسی که نمیخواست کل دوره تحصیلیمو بندازم دور مامانم بود. وقتی 18 سالم بود میگفت چرا نرفتم دانشگاه؟ ازم پرسید خب به جاش چی کارا کردی؟ چی عامله شدن؟ منو میگل یکم پول پس انداز میکنیم، ازدواج کنیم و در اولین فرصت کلی بچه میاریم. ولی تو فقط 18 سالته، خب بعد دانشگاه بچه دار شو. کمر هرچی هدفشی کندن اینا. روم نمیشد این واقعیت رو بهش بگم که میگل نمیخواست برم دانشگاه، میترسیدم ولم کنه. پس به مامانم خالی بستم و گفتم وای واقعا ترجیح میدم خانواده تشکیل بدم. آخر سر مامانم به تصمیمم احترام گذاشت. چند وقت بعدش که میگل کار پیدا کرد رفتیم به آپارتمانمون. اینکه با سن کم تو همچین رابطه جدی بودم خیلی هیجان انگیز بود. و
برای آینده برنامه ریزی کردیم و با اینکه میگل نمیخواست من کار کنم چون خیال میکرد اونجوری نمیتونم مادر خوبی باشم، به هر حال اجازه داد معلم خصوصی بچه‌ها بشم یا حداقل تا وقتی حامله بشم. مادر شدن تو 19 سالگی خیلی هیجان انگیز بود چون برای اولین بار تو زندگیم حس کردم بزرگ شدم و میگلم برخلاف ایراداش یه همسر و پدر دوست داشتنی بود. اوضاع خوب بود تا اینکه تو 21 سالگی بچه دوممم حامله شدم. اینکه از یه بچه خود مراقبت کنم خیلی خسته کننده است. راستشو بخواید الان دیگه پشیمونم که به دانشگاه نرفتم. آب قطره. میتونستم یکی از بهترین دانشجوها باشم و آینده شغلی خوبی در انتظارم باشه. اونجوری زندگیم خیلی راحت‌تر میشد. البته اخیراً با میگل در میون گذاشتم که تو فکر اینم با کلاس‌های آنلاین مدرک مهندسی بگیرم که یعنی هم میتونم تو خونه درس بخونم و هم از بچه‌ها مراقبت کنم. تازگی سر کار ترفیع مقام گرفته، پس گفتم شاید با کار کردن منم کنار بیاد، ولی اون جواب داد که باید وایسم بچه‌هامو بزرگ بشن و به وظایف مادرانم بی‌توجهی نکنم. راستش ممکنه حق با اون باشه، در حال حاضر اولویت با بچه‌هامونه. مطمئنم میگل به وقتش میذاره تحصیلاتمو ادامه بدم چون میدونم که دوستم داره. خیلی دوستت. شات دی فاک اپ. تا چند سالگی با بچه‌تو بزرگ کنی؟ 40 50 سالت؟ خب دیگه برم تحصیلاتمو ببرم بالا، 60 سالم بشه برم کار کنم. خب بچه‌ها امیدوارم خوشتون اومده باشه از این قسمت. لایک و کامنت و نظراتتون حتما فراموش نشه. بعد یادتون نره که بگین تو کامنت ها برام که چه چیزایی یاد گرفتین تا الان از دوستان واقعی. میخوام بکوبم تو دهن اونایی که میگن واقعی خوب نیست. و تا قسمت بعدی، خدا نگهدار شما.